سوال در بین مردم پهن است که هر کس پیر ندارد پیرش شیطان است. پس اینها را به چی صورت بفهمیم؟ جواب: این یک مانندی به زمان جاهلیت است که از طرف بعضی از صوفی ها به میان آمده است تا مردم را به پیوستن به آنان تشویق کنند و در بدعت و گمراهی از آنها تقلید کنند. چرا که وقتی انسان در مجلس های علمی و دینی شرکت میکند و یا از قرآن و سنت با تدبر بهره میبرد، نمیگوید در طلب علم اجتهاد کرده است، بلکه میگوید خیر بسیار و زیاده به دست آورده است. بنابراین برای طالب علم شایسته است که با علما رابطه برقرار کنند که به داشتن عقیده و رفتار نیک که مطابق قرآن سنت معروف هستند و در این صورت مسائل دینیشان را از آنان بپرسند. چرا که اگر در این مورد از علما سوال نکنند دوچار خطا می شوند و مسئله ها بر آنان پوشیده می ماند. اما زمانی که در مجلس علمی و درس شرکت کنند و به صحبت علما گوش دهند، خوبی و فایده های بسیار زیاده را به دست می آورند، حتی اگر پیر و رهنمای خاصی هم نداشته باشند. بیشک هر کس در مجلس علم شرکت کند و به سخنرانی های جمعه، عیدها و درس هایی که در مساجد برگزار می شود گوش فرا دهد، پیری بسیاری دارد، هرچند پیروی معین به یکی از آنها نداشته باشد. کتاب مجموع البحوث جلد 39 صفحه 133.